درود بیننده های عزیز. همه ما و شما میدانیم که فیلم آفری کاری نهایت مرکب و دشوار است و وقت و مبلغ هنگفته را طلب میکند. از این رو برای تلف ندادن وقت اخیراً فیلم آفران از متای سبز که بیشتر با نام خرمکه معروف است استفاده می نمایم. مثلا عین حال من در داخل آرایشات کامپیوتری هستم، یعنی پس منظر در اصل نه آن است که شما میبینید. حقیقت چنین است. بیاید لحظه خود را در نزد قصر تاج محل یعنی در هندوستان تصور میکنیم، یا نزد مجسمه آزادی در امریکا. چرا این فرصت را استفاده نبرد و خود را در مناره ایفل نیز تصور نکرد؟ یا خود مجسمه شو اسماعیل سامانی خودمان. بهترین این ساده ترین جزئیات بودن که دوستان عزیز عین حال ما برای شما نشان دادیم، اما خرمکه در فیلم ها تماما به دیگر نوع استفاده برده می شود. طور دوستان عزیز پای بردید، امروز ما اطراف انا همین متای سحرناک و استفاده آن در فیلم ها برای شما معلومات می دهیم. امیدوارم که موضوع شوق‌آور است و ما رو هم چون هر وقت از اول تا آخر همراهی میکنید. вечно ты во всё вмешиваешься, ищешь подвоха там, где его нет. пусть говорит. خرمکه تکنولوژی ایواز کننده پس منظر ویدیو بوده، متوی سبز یا کبوت است که برای ثبت فیلم ها و برنامه های تلویزیونی و سه استفاده برده می شود. سبب انتخاب رنگ های سبز و کبوت برای این متو در آن ارزیابی می گردد که رنگ های مذکور در پوست انسان دیدن نمی شوند و آدم را می توان به آسانی از آن جدا کرد، البته اگر لباسش به رنگ متو مطابق نباشد. اگر شما در پس منظری سبز لباسی سبز و در کبود لباسی آسمانی ببر کردید، پس بردن آن در کامپیوتر غیر امکان می شود. برای همین مجری های برنامه و هنرمندان فیلم ها هنگامی ثبت در چنین حالت هیچگاه لباسی همانند پس منظر نمی پوشند. در اکثر موارد اگر هنرمند آرایش موی و رویش سبز باشد، پس او را در پس منظری کبود ثبت میکنند، در عکس حال در پس منظری سبز. اکنون دوستان عزیز لحظه رجوع میکنیم به تاریخ این تکنولوژی. سال 1903 یعنی 117 سال مقدم در فیلم غارت هنگفت در قطوره که در کارگردانی ادوین پورتر روی نوار آمد، اولین کوشش جای دادن نوار به جای متو انجام داده شد. در این فیلم کارگردان تریزه های قطوره را با متوی سیاه پناه کرده در تنظیم به جای آنها نوار وارد نمود که آن زمان جنبش بزرگی را در تاریخ کینماتوگرافیا به وجود آورد. اما پس از 17 سال اول دیسنی با پیشنهاد یک نوگان دیگر همه را به حیرت آورد. برای اولین دف او توانست در فیلم انیماسیونی الیسا در عالم عجایب بود آدم زنده و پرسنج فیلم انیماسیونی را در یک نوار یک جو نشان بدهد. شروع از همان سال این تکنولوژی مورد توجه سینماگران قرار گرفت و میان کارگردان ها رقابت سالم ایجادی برای ثبت فیلم ها با استفاده آن آغاز یافت. سال 1940 فیلم با نام دزد بغدادی روی اکران برآمد که در آن خرمکه به طور خیلی وسیع استفاده شده بود. حتی فیلم همان سال با گرفتن جایزه اسکار در نامینیسی بهترین آرایشات کامپیوتری مشرف گردید. پیش از آنکه بیننده های گرامی اطراف استفاده خرمکه در مشهور ترین فیلم های جهانی حرف زنیم، بیاید لحظه به تاریخ سینمای تاجیک رجوع میکنیم و میبینیم که این متای سحرناک در فیلم های ما از گذشته تا امروز چگونه استفاده برده میشود. استفاده خرمکه در تایه فیلم های تاجیکی هنوز از سال های 80 عصر گذشته شروع شده بود. سال 1983 فیلم تخیلی با نام سرگذشت موکی خوردکک در کارگردانی الیزابتا کیمیوگر و روی نوار آمد که در اکثر صحنه های آن تایگران از این تکنولوژی استفاده نمودند. مثلا صحنه پرواز موکی خوردکک از بالای کوه و پشته ها مز با همین اصول تهیه شده است. Thank you.
این کوششی اول بود. سال 1986 باشد تویرسوبیروف در فیلم قصه های نوی شهرزاد که در اساسی افسانه های شرقی 1001 شب تهیه شده است، طرز مرکبتری آن را پیشنهاد نمود. Тебе нравится летать, а? Ты не боишься, человек? با استفاده این تکنولوژی او توانست در یک نوار آدم و دیو برزنگی را یک جا نشان بدهد. در یک صحنه های این آفریده معروف قهرمان فیلم با دیو برزنگی زبان یک کرده به شهر دیگر پرواز میکنند که در فضا معروف با حالت های خوفناک روبرو میشود. اما در اصل نه همش طوری بود که ما میبینیم. ثبت این صحنه ها در خرمکه با اصول یک جا کردن نوار با پس منظر صورت گرفته است. اکثر دیگر برای نظران که صحنه بدام عنکبوت افتیدن معروف نیز با همین اصول ثبت شده است، اما این گونه نیست. این عنکبوت مخصوص برای ثبت همین صحنه ساخته شد و تا سالهای نزدیک در کیناستودیای دولتی تاجیک فیلم نگاه داشته می شد. پس از یک سال برآمد قسم اول، شماره دومی آن با نام شب آخران شهرزاد روی نوار آمد که در این شماره نیز خرمکه به طور وسیع استفاده شده است. البته این نوبت آن را کمی مرکبتر به کار بردند. خرمکه در فیلم های زمانی صاحب استقلالی کشور نیز تا یک اندازه استفاده برده می شود. رستم شاهزیموف از عمره کارگردان هایست که در حال حاضر از این تکنولوژی در تهیه یک چند فیلمش استفاده نموده است. یک چند سال مقدم او فیلم هنری خودکش را روی نوار آورد که در یک از صحنه های آن با واسطه خرمکه قهرمانی اساسی را در دو ابراز و همانو در یک نوار با هم نشان داد. Кроме этого старого, вонючего, дедовского сарая, что ты видел? Что? Ин сахна, дарьяга яз баланкуи каратох ба навор гирифта мешуд, ва рости гап мо имконият ам надоштем ки аз онҷо ба боз ба шаҳр оем ва дар инҷо дар студия онро ба навор гирем, барои ки вақти зиёда талаб мекард барои мо. Ва барои ҳамин мо дар худи аму майдони сабт пасманзара мондем. Дар пасманзар Бердим Ингбоев ин қаҳрамони роли қаҳрамони асосиро бозӣ мекард. Филмнома ҳам хеле сохта шуда буд ки қаҳрамони мо бо мани худаш гап мезад дар онҷо. Ва барои сохтани ин барои мо ду экспозиция дар кор буд. Яъне истифодабари ду экспозиция, ки дар яке ӯ қаҳрамони манфиро бозӣ мекунад ва дар яке дигар қаҳрамони мусбат, яъне худи худашро бозӣ мекунад. وقتی که با این پرابلم ما برخوردیم و فهمیدیم که تنها روی خلاص خوردن از این پرابلم مثلا تنها همین است که این را در پس منظر بنابار بگیریم، پس از اون ما فیلم ما را گرفتیم و دقیقه به دقیقه همه رفتار و کردار هر دو قهرمان را دقیقه به دقیقه تقسیم کردیم و پس از اون وقتی که مثلا قهرمان گپ میزند در مدت معین مثلا میگفتیم که خب او خب میکرد، мо секундамера нигоҳ мекардем, бо мегуфтем гап зан, ӯ масалан диалоги дуюмаша мегуфт ва маз бо ҳамин усул қатъӣ бо қаҳрамони дуюм бозӣ кардем. Ва вақте ки дар пасманзар тамоми фоне ки мо доштем ба навор гирифтему якҷо кардем, гуфта метавонам ки мо аз ин проблема раҳоӣ ёфтем. Можеш, почему не можешь? Почему? Ведь столько лет мы ждали этого дня. نوابسته از نبودن متخصصان حرفه‌ای در این سمت، تایگران پرشوق و شوری ما تلاش دارند برای باز هم جالب برآمدن فیلم هایشون از خرمکه در بعضی حالات های مرکب استفاده نمایند. از جمله عبدالحی زاکیروف کارگردان فیلم تازه سه سالی افتوبوس برای نشان دادن پول شکسته در یکی از صحنه های فیلم مذکور از این تکنولوژی استفاده نمود که از فیلم های هالیوود و بالیوود کمی ندارد. بیاید به اصل و ساخت این پرچه توجه میکنیم. Ana rasidi. Çıxır rasidi. Eka! İraka ümeşə. Güzəşdi. Ha,
چی گپ بود؟ آکا دو ساعت پس روحوی میشه کپروگ ویرون شده دو ساعت؟ از روی سوژه فیلم یعنی افتوبوس باید با اون سمت که حرکت کند در اونجا یک مشکلی پیش میاد و اون پلی راهگذر یعنی که ماشین گذر هست یعنی که باید شکسته باشد و ما رفتیم انتخابی موضع برای فیلم برداری و همون پل را پیدا کردیم و طبیعی است که یعنی بودجه فیلم ما یعنی که با شکستن اون پل یعنی نمی رسید و ما با یعنی که تنظیمگر همون فیلم یعنی که پیشکی من میدونستم که فیلم ما رو مثلا کی تنظیم میکنن یعنی مونتاژ میکنن و با اون صحبت کردیم و او گفت که خیلی خوب میشود که از خرمکه یعنی که متوی سبز استفاده بریم بعدن اونا گفتن که ما چگونه باید اون متو رو مثلا وای کنیم اویزون کنیم و چگونه باید باشد و در اونجا در وقت فیلم برداری نوار بردار هم عبدالکریم مراقب خیلی خوب هم اونم همون صحنه را از طریق مثال اینترنت یعنی که چگونه باید درست استفاده بردنش هم آموختن و ما در اونجا اگر بیننده ها ببینن مثال در همون پوله که یعنی شکسته است یک گروه اونایی که در بالای پول کار میکنن یعنی که تعمیر میکنن یک گروه ما این طرف موندیم یک گروه این طرف و اون ماشین ها هستن و ان همون بین پول رو متوی سبز یعنی که خرمکه ما مثال آویزان کردیم و بعدن در وقت تنظیم فیلم خب اون سیر اسرار خوش دارد چگونه اون رو میبرن و چگونه یعنی که همین خیلی باید طبیعی باید سازن که انمو پول یعنی شکسته است برو دیگه میرم شید دیگه را همه دونه کن یکی با کم کشی یا بالوش میکرم شید فیلم من در شهر خوجند مونتاژ شد اون شوکت معروف گفت که من از عهده این برآمده میتوانم بعدن یعنی من این را فیلم برداری کردم اگر گفتم شما بر وقتتر وعده میدادید که شما میتوانستید من تمام فیلم رو در خرمکه میگرفتم افتوبوس رو یعنی که من اونجا با مخصوص گویا که افتوبوس در حرکت میانداختم و در همون متوی سبز میکشیدم و اون حرکت ها و اون بازی ها و اون غلطیدن ها اونو همش بعدا یعنی در وقت تنظیم منتش گذاشته میشد بعد اونا گفتن که درست اگر که بر وقتتر ما صحبت میکردیم ممکن که خوبتر و نقصتر میشد همصحبتانی ما برای نظرن که استفاده خرمکه در یک یا دو فیلمی وطنی نشاندادی خیلی کم است و می باید در این سمت کارو باسم جانوگ نمود تا در رقابتی شدید فیلم افری از همتایان خود قفا نمانند. استفاده نبردن خرمکه از طرف کارگردانان ما ممکن از ندانستن تکنولوژی آن از مشکلات در وقت فیلم نامه‌نویسی ممکن باشد که از جهت مبلغ این باشد برای اینکه کار با خرمکه به فکر من یک کار بسیار مشکل و نازک است برای با اون کار کردن یعنی خود کارگردان علاقه باید در پروگرام های کامپیوتری با مثل افتر افکت سینما 3D کار کرده تواند و داند که او مثلا چه اون را استفاده میبرد یعنی بعد که او اون را فهمید او علاقه با فیلم نامه‌نویس باید سرکار داشته باشد و وقتی که فیلم نامه‌نویس دست یعنی دست فیلم نامه‌نویس کشوده کند که تو امکانیت داری با تو اجازت است که همه چیزا را نویس برای اینکه بیچاره فیلم نامه‌نویس هم میداند که محدودیت صحنه را میداند که در میدان سبز بسیار چیزا نمیشوند کارکار کرده برای اینکه در سینما نشان دهیم یعنی کارگردان وقتی خودش به خودش باوری دارد همین را قید کردن هستم که رول کارگردان بسیار مهم است در این چیزها یعنی که کارگردان همه طرفه باید اونورسالی باشد وقتی که او توانست با فیلم نامه‌نویسش کار کند بعد با خودروژنیکش کار کند غیر از اون آدمی که مثلا در سپسفکتو کار میکند با او مسئلیت کند با اپیراتر مسئلیت کند با رفشاندیانده او مسئلیت کند و در میدان ثبت هنگام گرفتن مثلا بسیاری از صحنه ها تماما دیگر او است او چیز دیگر است بعضی اکتور مثلا وقتی که
همین صحنه رو میگیریم اون نمیفهمم برای اینکه بسیار کار کردگی نیستم برای چی میگم من خالیگی در کار کردستم یعنی که با چیش مو با یک قهرمان دیگری تخیلی با او جنگ کند گپ زند یا بپرد در اونجا فهمیده است این خرومکی در میدان سبت از تمام اختصاصمندانی که در اون کار میکنند طلب میکند از اونو طلب میکنند که با طرز نو به این صحنه ها نگاه کنند همون متخصصان نیستند که ما را مطمئن بسازند که کارگردان که اگر شما همین کار را کنید یعنی که گرفتن و تازه کردن و یعنی که اینها را ما خودمون انجام میدیم به این خاطر اگر که همین چنین متخصصان اگر در ساحه کینماتوگرافی تاجیک زیاد باشند اگر فیلم میکنند که علاقه характери филмҳои мо ҳам дигар мешавад. Аминем ки филмофарони мо дар ояндаи на чандон дур дар ин сам ба натиҷаҳои назаррас ноил мегарданд ва рӯзе мерасад ки мо ҳам бо истифодаи хромаке дар филмҳои тоҷик саҳнаҳои мураккабу хатарнок ва ҳайратоварро хоҳем дид. خرمکه در تاریخ کینماتوگرافیا صحیفه نو رو باز نمود. این تکنولوژی امکان فراهم آورد که فیلمافران از دایره تصوری خود بیرون برایند و نوارهای را ثبت نموده پیشنهاد بیننده ها نمایند که کس از دیدنشان به حیرت آید. سال از سال استفاده این تکنولوژی در فیلم ها باز هم مرکبتر و جذابتر میگردد و کار تا جای رسیده که امروز کلانترین میدان های ثبت با پس منظر سبز و کبود در هالیوود و بالیوود و دیگر استودیوهای های فیلم آفری ساخته شدند. حالا میتوان هزارها فیلم را نام برد که محض با استفاده همین تکنولوژی ثبت شدند. اما در ادامه برنامه دوستان عزیز ما تنها از بهترین هایشان حرف خواهیم زد. سلسله فیلم امریکایی بدنمود که از سال 2006 تا 2010 توسط تلویزیون پخش گردید در یکی از صحنه های این فیلم روزنامه‌نگار در کوچه از راهگذران مصاحبه میگیرد هنگامی تماشا همه باور میکنیم که واقعا هم این روزنامه‌نگار در میدان ثبت قرار دارد اما اصل دیگر بوده است در فیلم گورگ از اول استریت خرمکه به طور خیلی وسیع استفاده شده است آن را در نقطه های به کار بردند که اصلا کسی فکرشان را نمیکرد. در یکی از نوارهای این فیلم ما هنرمند اساسی را با اهل خانواده‌اش به هنگام استراحت در یکی از بندرگاه‌های اروپا میبینیم. اما در اصل هیچ گونه آب وجود نداشت. هنرمندان را در استودیو نوار برداری نموده با علاوه آرایشات کامپیوتری نوار را پورا کردند. حیاتی پی فیلمی که 80%ش در پس منظر کبود نوار برداری شده است تهیه‌گران برای تلف ندادن وقت با ثبت فیلم در مکان‌های واقعی تصمیم گرفتند حوض‌های کلان ساخته با خرمکه اطراف آنها را احاطه نمایند و فیلم را ثبت کنند که این اصول نتیجه خیلی خوب را به بار آورد هنگام تماشای فیلم کسی پی نمی‌برد که این همه ساخته شده است و صنعت فیلم‌آفری ما را فریب می‌دهد گتسبی بزرگ فیلمی باز لورمان که سال 2013 با هنرنمایی لئوناردو دی کاپریو و توبی ماگوایر روی پرده سینما آورده شد. نوابسته با آن که ساخت فیلم خیلی مرکب می نماید اما آن با بودجه کمتر یعنی 105 میلیون دلار روی نوار آورده شده است که این مقدار مبلغ موفق این همه کاروفر نیست. سبب البته که در استفاده وسیع خرمکه است. از افتش تایگران با ساختن خانه های با هشمت مشکلی داشتند زیرا در بیشتر مورد خرمکه را برای جا دادن بناها استفاده نمودند. شهر باشد تماما وجود نداشت.
در بعضی صحنه‌های دیگر هنرمندان عموماً ماشین نمی‌راندند، اما با شرافت این تکنولوژی ما آنها را به هنگام راندن اتومبیل در راه می‌بینیم. اکثر وقت برای پورا نمودن نوار و وارد کردن جزئیات بیشتر فیلموفران در اطراف را متای سبز کشیده بعداً در تنظیم با کامپیوتر نوارهای لازمه را وارد می‌نمودند. انتقام جویان. اگر گوییم که این فیلم در استفاده خرمکه رکورد گذاشته از خطا نمیکنه، موافقی خط سوژه رفتی واقعه ها پورا در پس منظر شهر نیویورک جریان میگیرد، اما در اصل نه نیویورک بود و نه دیگر و دیگر. مرکب ترین صحنه های فیلم در استودیو در احاطه متای سبز نوار برداری شدند. حتی آنها سرحد را عبور نموده بعضن در میدان سبز ترکیش های واقعی را انجام میدادند. برای نشان دادن نیویورک در اکران فیلم و فرون نقطه های موافق این شهر رو عکس برداری نموده بعداً در جای متای سبز آنها رو وارد کردند. آلیسا در عالمی عجایب بود. دایر با استفاده خرمکه در این فیلم حاجت گپ هم نیست، زیرا 90% این فیلم پورا در پس منظر سبز نوار برداری شده است. حتی برای نشان دادن پرسنج های افسانوی فیلم آدمان سبز پشت نیز در میدان نوار برداری قرار داشتند. بیاید به اصل و ساخت صحنه ها توجه نمایید. I love a warm pig belly. We have come. Mad. Thanks very much. Pass the scones, please. I'm not leaving without you. Go! آلیسا در عالم عجایبات اولین فیلمی در این موضوع تهیه شده نیست. برای همین تیم بیورتون را لازم آمد برای هرچی واقعی برآمدن آن از مرکب ترین تکنولوژی استفاده نماید. ثبت فیلم در داخل استودیو یا به قول در احاطه رنگی سبز همگی 40 روز دوام کرد. فرساش 7. همه شماره های فیلم هنری فرساش با مرکبی و جذابیتشان توانستند میلیون ها بیننده سینما را به وجد آورده همفتونی خود نمایند. نوابسته به آن که قسم زیادی صحنه ها در مکان های واقعی روی نوار آورده شدند، اما در بعضی حالت ها به استفاده خرمکه هیچ امکان نداشت. از جمله صحنه از طیاره به زمین فرود آمدن اتومبیل ها. ثبت صحنه مذکور به طور واقعی جریان گرفت. برای نشان دادن حالت هنرمندان هنگام پرواز در پس منظر کبود اتومبیل را در کرانی مخصوص جای داده صحنه مذکور را با آن این اصول نوار برداری نمودند. زمانی که فیلم هنری گری پوتر روی اکران برآمد، بسیاری ها از چشم بندی های عجیبی کارگردان آن در حیرت ماندند. مثلا او در اکثر صحنه های این فیلم توانست که تنها سر گری پوتر را نشان بدهد، مثل که عین حال من هستم. این شاید آن زمان یک چیز غیر مقرری بود، اما امروز به یک چیز مقرری تبدیل یافته است و از آنی که حالا شما تنها سر راوی برنامه را دیده استودید حیران نمیشوید.
برای این رو در اکران نشان دادم. دوستان عزیز در کتف گری پوتر انا همین گونه متوی سبز رو پرتفته بودند که بعدا اون رو در تنظیم با وسیله برنامه های گوناگون کامپیوتری نابود میکردم. در اکثر صحنه های دیگری که ما گری پوتر رو عموما نمیبینیم اما صدایش رو میشنویم انا این اصول رو به کار بردم. این دوستان عزیز ساده ترین چیزی بود که ما از تهیه فیلم مذکور براتون معلوم دادیم. اما در ادامه برنامه اطراف استفاده خرمکه در قسم هفتم این آفریده میتوانید که معلومات بگیرید. فیلم هنری گری پوتر شروع از سال 2001 تا 2011 در 9 شماره پیشنهادی بیننده ها گردانیده شد که همگی با استفاده خرمکه روی نوار آمدند. اما در قسم هفتم کارگردان دیوید ایتس پورا به این تکنولوژی باور کرده از آن به طور وسیع استفاده نمود. برای نشان دادن قهرمان ها در فضای کشد و اطراف میدان های سبت رو با متای سبز پناه کرده بعدن با ایلوه ارویشات کمپیوتری نوار رو پورا نمود. بیا در این باره دیگر حرف نزده با ساخت و اصل نوار ها توجه میکنیم. اون знает. Сами знаете кто. Знает, что мы проникли в Гринготс. Знает, что мы взяли и что мы ищем крестражи. И откуда он? Я видел его. Ты позволил ему? Гарри, нельзя этого делать. Я не всегда могу бороться с этим. То есть, может, и могу, я не знаю. Это не важно. Что случилось? Ну, он злится. И он напуган. Он знает, что если мы найдем и уничтожим все крестражи, мы сможем уничтожить его. Он ни перед чем не остановится, чтобы мы не нашли... زمان عادی ترین طرز استفاده خرمکه در فیلم ها همه رو به حیرت می آورد. اما امروز این یک کاری معمولی است و حتی بعضی ها آن را قبول نمی کنند. بسیاری بیننده ها برا نظرند که مکان های واقعی ثبت رو هیچ یک متای سبز گرفتن نمی تواند و این اصول شهد فیلم رو کم می گرداند. قسم دیگر باشند خرمکه رو طرفداری نموده می خواهند کارگردان ها با استفاده آن فیلم ها رو هرچی جالب و دیدنی تهیه نمایند. در همه حالت بیننده سینما آزاد است و کسی محکوم نمودنی حق دیگری رو ندارد. اما باید اقرار شد که تکنولوژی فیلم آفری خیلی رشد کرده است و کار تا جایی رسیده که در حال حاضر ما فیلم های اصل را از ساخته قریب که فرق کرده نمیتوانیم. اگر امروز چنین است پس ما را در این سمت فردا باز چی نوگانی ها انتظارند؟ نخود در آینده این همه جالبیت به نظر نسل نو مقرری و خیلی ساده نماید. اگر چنین شود پس زهی برشد تکنولوژی موثر.
دوستان عزیز، این بود نشر نوبتی برنامه اسرار فیلموفری و یادآور میشویم که تو این دم و این لحظه ما اطراف استفاده خرمکه در مشهورترین فیلم های داخل و خارج برایتون معلوم دادیم. اینجا تنها تا نزدیکترین دیدار با شما خیر خوش میکنم. اکبر یار بودم، تا دیداری نوبتی سربلند باشد.